زمان و فضا همونطور که میدونید به نحوی تفکیک ناپذیر هستن در خیلی از موارد، اما ما سعی میکنیم که برای این که بتونیم راجبشون صحبت بکنیم اینجا تفکیک بکنیم، همونطور که کانت هم زمان رو و فضا رو هر دو رو مربوط به سوژه یا فاعل شناسا یا درون‌آخته یا ذهن میدونه، اما فضا سر به بیرون داره و زمان کاملا سر به درون داره. حالا از این که بگذاریم، برمیگردیم سراغ همون مبحث زمان و فضا از منظر آگاهی اسطوره‌ای و در نظام جهان سمبل‌ها. تفاوت بسیار فاحشی که اینجا مشخص هست این هستش که زمان و فضا در آگاهی اسطوره‌ای ایستا و مستقیم نیستند، بلکه کاملا حرکت توده‌ای دارن و مدیون یک سری تداخل‌های بیمرز زمان و فضاهای دیگر در یکدیگر هستند. به عبارت دیگر میتونم من اینطوری خدمتتون عرض کنم که آگاهی اسطوره‌ای یک آگاهی بی زمانه که هم گذشته است، هم آینده است و هم اکنونه. یعنی این تقسیم بندی زمانی که ما داریم در آگاهی اسطوره‌ای به نحوی دیگر با هم دیگه در جریان هستند، بسته به نوع اون تفکر اسطوره‌ای. برای مثال، مثلا ما در عرفان ایرانی و اسلامی زمان اکنون و حال برامون خیلی مهم هست. به چه نحو مهم است؟ به این نحو که هر آنچه اتفاق میافتد در اینجا و اکنون فرد است، نه گذشته معنی دارد نه آینده. البته این رو به صورت عام در نظر نگیرید که کلیت عرفان اسلامی ایرانی است. به نحو بارزتر این گونه است، یا در اکثر موارد این گونه است که لحظه آن یا حال حاضر یا اینجا و اکنون تجربه فرد بسیار مهم است. این رو علاوه کنید بر این که این آن کمی، خیلی کم ممکنه روبه آینده داشته باشه، اما نه روبه آیندهی که در اون طمعی ایجاد بشه، از حیث سیرورت. سیرورت یعنی شدن، یعنی از نقطهی به نقطهی برآمدن. از حیث سیرورت و دگرگونی کمی روبه آینده داره. البته از این که بگذاریم کاملا مربوط به اینجا و اکنون است. از همین حیث هستش که مولانا میگه صوفی ابن الوقت باشد، یعنی بنده همون زمانه، به گذشته کار نداره نه به آینده کار نداره، چون اگه به گذشته آینده کار داشته باشه طمع پیش میاد و رو به لذت و علمی میبره که این لذت و علم، لذت و علم دنیاویه. ولی وقتی در آن واحد، در همون لحظه تجربه کرد و درک کرد ما بین دو عدم، اینا از دیدگاه مولوی دارم عرض میکنم خدمتون، ما بین دو عدم این هستی معنی پیدا میکنه. پس ما متوجه میشیم که این زمان در آگاهی اسطوره‌ای یک زمان بی زمانه، یک زمانیه که نمیشه این رو با ساعت سنجید، یا نمیشه بر اساس قواعد ما بیایم قاعده تراشی بکنیم بگیم خب الان با مثلا فرض کنید نظریات کوانتوم، خب زمان اینطوریه، فاعل شناسا تأثیر گذاره، یا مثلا بیایم به نظریه ریسمان. این علمی کردن ها کلن با آقای اسطوره‌ای بیگان از فرار آقای اسطوره‌ای در همونها هم رسوخ پیدا میکنه. بنابراین میشه بگیم حداقل که فلان نظریه علمی نزدیک است به این نحوه از شهود، یا شاید روزگاری به نحوه مشخص بیان بگن که آقا این جریان در آن بودن منطق علمی هم دارد و این است ولا غیر و ما هم بپذیریم. اما تا اینجا و اکنون ما این رو میدونیم که این فقط با آگاهی اسطوره‌ای میسر شده و چیزی نیست که بشه بر اون یک ربط علمی یا ربط یقینی عقلی استوار کرد. پس این زمان بی زمانه، این نکته مهمیه، و این حرکت از گذشته است تا ابد و در ابد به صورت مطلق و جاودان.
و دیگه نه گذشته گذشته است، نه آینده آینده است، بلکه یک چیزی است در جریان که عاقبت قراره به یک وحدتی بیانجامه. حالا از اون حیث که بنده عرض کردم خدمتون، با توجه به نحوه های رویکرد مختلف، ممکنه مختلف باشه، ما امکان داره مثلا بیایم بررسی کنیم همونطور که کردیم یک بخشی از عرفان اسلامی رو بگیم اینجا چون این معنی داره، اما بیایم مثلا در تائوئیسم این رو بررسی بکنیم، بگیم در اینجا این معنی رو میده، در بودیزم این رو معنی بکنیم و بگیم آقا اصلا هدف کلی بودیزم امها زمان، یعنی از بین بردن زمان و هرچی در اون هست هستش، و هدف مثلا بگیم دین های شرق دور از جمله مثلا تائوته‌چینگ این تغییر در زمان هست، یعنی اینکه یک تداوم زمان خالص و یگانگی با اون پیدا بکنیم. بنابراین اینها ممکنه متفاوت باشه، اما از حیث کلی در اینکه زمان مشخص نیست اینها مشترکند. حالا باز اینها رو برشمردیم، میتونیم به ادیان ایرانی مثال ما بیاریم که زمان مهم و اهم زمان آینده است، زمانیه که خیر قراره بر شر پیروزی بشه، پیروزی دست پیدا بکنه، و در این زمان انسان هم دخیله، از طریق اون پندار و گفتار و کردار نیک و از طریق این که به بهترین خودش دست پیدا کنه و فر رو به طور کامل در خود ایجاد بکنه و بهترین وظیفه رو بر دوش بکشه، از این طریق کمک میکنه و به رستگاری میرسه. که این کلمات و عبارات اهمیت ویژه دارند، هم در بعد فلسفی عرفان و هم در بعد شهودی عرفان، کلماتی مثل رستگاری و مثل وحدت، که این زمان قرار یک وحدتی داشته باشه. وحدت با چی؟ این رو بعدا توضیح میدیم. اینا نسبت با حق میشن. رستگاری چیه؟ کجا شما رستگاری میشی؟ در چه فضا زمانی اصلا امکان رستگاری موجود است؟ اینها مربوط به عرفان میشه. اما در این که در هر روی کردی ممکنه یک زمانی مهم بشه و یک زمانی اهم بشه، این بسته به نحوه اون روی کرد است. یک مبحث دیگری که در ما بین فضا و زمان مطرح میشه مبحث حافظه هست، حافظه یا قوه یادآوری. من ازتون اجازه میخوام اول بحث فضا رو مطرح کنم، بعد برگردم به بحث حافظه.